یک چیز رو من میخواستم از همه دوستان اجازه بگیرم، از آنجا که شاهد بودم که زنده‌یاد بیژن مفید در جشن هنر شیراز نمایشی را که ارائه داده بود، شهر قصه، و دوستان میدانند که بخش های از آن عزیزانی که البته تصور نمی کنم کسی به سن و سال من حالا باشه، ولی انگار دیروز بود که وقتی که حالا جمیل جان عزیز با ما هستند و شاید باور نمی کردم، برای که کاری رو که این نظام انجام داد، تمام خدمتگزاران، تمام آزادی خواهان، هنرمندان واقعی، نویسندگان، عزیزی رو که در اون زمان در جشن هنر شیراز نشان داد، آن روباه مکار ملا شده بود و درس می داد. من علاقمندم صدای جمیله ندایی عزیز بشنوم، همون صدایی که راوی قصه بود. جمیل عزیزم، شما میکروفونتون باز کنید. سلام دوستان عزیز، من خیلی خیلی از محبت شما ممنونم، باور نمی‌کردم اصلا برای بیش کسی، برای همین واقعا اومدم گوش کنم، برای اینکه این جریان رو به هر حال نمی‌شناسم. من درسته در نمونه شما از کار ما رو دیدیم، ولی به هر حال قبل از انقلاب، از شهر قصه تا انقلاب، به هر حال 15 سال مبارزه فرهنگی بود و در حیطه فرهنگ بوده کار من، و از اول انقلاب در مبارزه سیاسی در جنبش زنان هستم و در پاریس با طیف چپی که در پاریس هست، دوستان من هستن، در جریان‌های مختلفی بودم که به هر حال طیف چپ. خیلی خیلی ممنونم مسئله فرهنگ رو مطرح کردیم و اینکه عجیبه که یادتون حالا در زندگی خود من به هر حال 50 سال پیش این مقایی. من قبلا در اتاقهایی بودم، نمیدونم که این روزها خیلی مطرح شده مسئله دموکراسی در ایران و برنامه‌هایی که میشنوم در هاوس کلاب. البته طیف چپ به هر حال جلساتی که دارن بیشتر همبستگی با جنبش کارگریه و هنوز من برنامه ای ندیدم که کجا میتونن قرار بگیرن و من ندیدم، احتمالا هست، میدونم که دوستان صحبت میکنن. مسئله مهمی، سؤالی که برای من هست و هنوز نتونستم جواب بگیرم، مثلا یکی از خبرنگارانی که در ایران کار میکرده و از 88 مثلا که اومده بیرون، آقای مراد ویسی، آقای بدی، من خیلی شما رو در اون جلسات دیدم و صحبتاتون رو شنیدم. بیشتر این جلساتی که میام من سعی میکنم کمتر کار بکنم، کمتر صحبت بکنم، که برای اینکه انتقاداتم خیلی شدیده و به خصوص آقایونی که در ایران هستن خیلی عصبانی میشن از یک زن که در مسائل سیاسی باهاشون بحث و جدل میکنه، به خصوص اینکه من مطلقاً به هیچ به دلیل زن بودن، اصلا به دلیل آدم فرهنگی بودن، هیچ اعتقادی به دین ندارم، به هیچ کدوم از ادیان ندارم. همین کتابی که دست من هست، من دوستای فرانسویم تقریبا 20 سال ما روی این کتاب کار کردیم، در تمام ادیان جستجو کردیم که در هیچ کدوم از ادیان در تاریخ بشریت زنان جای برابر نداشتن. این کتابی که دست من هست در واقع رو جلد اون کتابه، که اون کتابیه که ما کار کردیم 20 سال طول کشید تا این تحقیق رو، 10-15 نفر بودیم البته. این به هر حال اینجا که آمدم نمیدونم به هر حال برنامه چیه، ولی میخواستم ببینم که داره
سوال من در واقع از دوستانی که هستن این هستش که و یدولای عزیز رو میشناسم اگر اشتباه نکنم که در سوئد هستن و در آلمان هستن. در آلمان هستن، بله. من تو در جلساتی شما رو دیدم و حتی پاریس آمدین صحبت داشتین، در اون جلسات بودن. سوال من این هستش که به هر حال مسئله‌ایه که من اون موقع خیلی جوان بودم، البته اول انقلاب، تمام جریان‌ها این مسئله رو داشتن که به اندازه کافی وقت نبوده برای اینکه، یعنی فضای آزاد نبوده برای اینکه نظریاتشون و برنامه‌های سیاسیشون رو به مردم بشناسونن، برای اینکه در ما در یک حکومت استبدادی بودیم و الان که دیگه در یک حکومت توتالیتر مذهبی هستیم که خیلی از نظر آموزشی و فرهنگ عقب رفته و ضد ارزش‌های ارزش شده که خیلی وقت و بحث و گفتگو با آدم‌هایی که در این جامعه به وجود اومدن به سختی انجام میگیره، چون در تخریب آموزش و پرورش و دینی کردنش به هر حال تأثیرش رو گذاشته. حالا بحث این جلسه نیستش، ولی سوال من اینه که در این اتحادی که باید انجام بگیره، اتحاد بین نیروها، اون دوره‌ای که در واقع نیروها باید بتونن، جاهای دیگه هم من میبینم تقریبا همین صحبت رو میشه، مثلا همین رجب آقای مراد ویسی صحبت میکردم که نظرشون اینه که بله باید حتی اصولگراها و اصلاح طلب ها هم حزب خودشون رو داشته باشن و یک دموکراسی باشه که چپا حزب خودشون رو داشته باشن، ملی ها داشته باشن، خلاصه همه احزاب وجود داشته باشن. ولی اون چیزی که من میبینم صحبتی از مجلس مؤسسان نیست و صحبتی نیست از اینکه این برنامه‌ای که اتفاق باید بیفته و این اتحادی که باید قرار بیفته، قرار احتمالاً بدون خونریزی اگر قرار باشه که من بعید میدونم این حکومت به هیچ وجه با قدرت مالی و سیاسی که داره، حتی اصلاح طلبا رو آدم میبینه، اصلاح طلبا کاملا قدرت رو میخوان و پست‌های مهم هم دارن و هیچ جوری به نظر من، اینجوری که من میبینم، شاید من بدبین هستم، مطلقا جایی برای دیگران قائل نیستن اکثریتشون، برای دیگرانی که مثل اونا فکر نمی کنن، برای طیف چپ که خواستهای زیادی داره، برای اینکه به هر حال تو این 40 سال قیمت سنگینی از طریق اعدام‌ها و زندان‌ها و زندگی خصوصی عمومیش از دست داده و به هر حال اتفاقاتی که افتاده که خیلی از ماها نه حاضریم ببخشیم نه فراموش بکنیم، به خصوص در جنبش زنان که من هستم خیلی دلم میخواد من راجع به این قضیه صحبت بشه که چطوری میشه اتحادی ایجاد کرد که با یک برنامه‌ای باشه که دوباره نیروهایی که در واقع نیروی کمی هستن، نیروهای ضعیف‌تری هستن، هم از نظر مالی هم از نظر نظری، برای اینکه خفقان شدیدی رو زندگی کردن و هیچ وقت امکان ارتباط با مردم رو نه در رسانه‌ها، نه در رسانه‌های جمعی، نه در جامعه ایران نداشتن و با اولین حرکت دستگیر شدن به عنوان به خطر انداختن امنیت و زندون رفتن و هنوز هم هستن. این برای من خیلی مهمه، برای شما، یعنی به صورت سوال من دارم مطرح میکنم که دموکراسی بدون اقلیت ها، بدون احزاب کوچیک معنی نداره،
در هیچ جای دنیا داریم میبینیم، هرچند که بعداً در یک دموکراسی لیبرال میبینیم که به هر حال اونهایی که پول دارن و ثروت بیشتری دارن به قدرت میرسن. اما یک نکته ای که وجود داره، مسئله آزادی بی حد و حصر بیان که در قوانین اساسی به هر حال این کشورهای غربی هست، باعث میشه که اونهایی که نیروی کمتری هستن و قدرت کمتری دارن میتونن به هر حال ترمزهایی ایجاد بکنن، البته هم به وسیله نیروهای سیاسی، هم به وسیله رسانه هایی که میتونن مستقل باشن و باید مستقل باشن، که همه اخبار رو میتونن به گوش مردم برسونن، که مردم موانع رو ببینن و خواهانش باشن از نماینده هاشون، حتی در طیف راست. سوالم در واقع اینه که برای این قضیه اگر اتحادی بیاد، اتحادی بخواد عملی بشه، چه برنامه‌ای میشه پیشنهاد کرد؟ چه چیزهایی ضروری است برای گفتنش و حرکت به طرفش که نیروهای بیشتری بتونن راجع به این مسائل صحبت بکنن؟ و مسئله زنان که خب مسئله اصلی، یکی از برای من مسئله اصلی که پاشنه آشیل این حکومت، برای اینکه فقط مسئله حجاب نیست، حتی اگر حجاب برداشته باشه، تمام خواستای زنانی که 40 سال براش مبارزه کردن و فرموله کردن و خواهانش هستند که نیمی از جمعیت ایران هم. طولانی صحبت کردم و آشفته، ببخشید. امیدوارم دوستانی که اینجا هستن اگر راجع به این موضوع کار کردن یا در صحبتاشون منو روشن بکنن لااقل. خیلی ممنونم آقای بدیعی که به من وقت دادیم. خواهش میکنم جمیل بانوی عزیزم. البته شما کار ما رو خیلی سخت کردید، این که یک سری سوال مطرح کردید که واقعا خب هم کدوم از اینا احتیاج به بحث دارید. اتفاقا من از اینجا آغاز میکنم که باشید با ما، و همونطور که گفتم اگر من در 3-4 خط این رو توضیح خواهم داد در 2 دقیقه، ولی دوست دارم بیشتر با عزیزانی که معرفی کنم تا اندازه، و همون بحثی که راجع به آقای کیقوباد عزیز داشتیم یه مختصر کار کردن شما معرفی کردید. اجازه بدید مختصرم آقای بلدی، در واقع آقای یدالله بلدی، هویت سیاسیشون رو از در واقع در دوران شاه قهرمان کشتی دانشگاه بودن، فارغ التحصیل جامعه شناسی هستن و جامعه شناس و نویسنده، ولی خب آشنایی من با ایشون برمیگرده به تقریبا 50 سال پیش در زندان دورانشان. عرض میکنم در ایشان همچنان حضور داشتن از نظر سیاسی، طیف فدایان به اصطلاح سازمان فدایان بودن، بعد از به اصطلاح انقلاب بعد با اکثریت بودن، الان هم خودشان مثل بنده انتقاد دارند به آن برخوردی که نسبت به دموکراسی بریجه از طرف حزب توده، حالا بحثی شبان اینجا نیست، و اکثریت صورت گرفت. حالا خودشون هم میگن که اگر با من نظرشون زاویه داشته باشه. خود بنده نسبت به چپ اتفاقا و بیمهری که در 57 نسبت به مطالبه واقعی مردم برای استقلال آزادی داشت، و آنها اون عزیزان با وجود همه خدماتی که کردن، حزب توده در واقع از یک نظام ضد مردمی به نوعی پشتیبانی کرد از 57 تا 62 که مورد حمله قرار گرفت، یعنی 5 سال تمام. مطمئنن بنده نبن خیلی از کسانی که واقعا می دانستن ارزش آزادی را، می دانستن دموکراسی را، و می دانستن که مطالبه واقعی مردم برای چیزی مثل اسلام نبوده، می دانستند که روشنفکرانی بودند، می دانستند که
مردم ما برای استقلال هم اگر میخواهند، استقلال از یوغ بیگانه است. کیست که نداند که مملکت ما همواره یا تحت الحمایه روسیه تزاری بوده و یا انگلیس، همزمان انگلیس و آمریکا، انگلیس و روسیه قبل از انقلاب روسیه، انقلاب اکتبر که بحث دیگری است. اما آمریکا هم بعد از جنگ دوم جهانی و کنفرانس تهران اضافه شد. یعنی هیچگاه ما استقلال نداشتیم، تا این لحظه نداریم. این حاکمیت استقلال ما رو بیشتر از بین برده و اینها مسائلی است که مسائل جامعه است، مسائل تاریخه و شکی درش نیست. که شک من راجب گذشته مطمئنن اگر شما بودی در اون جلسات میبینید که دوستانی هستن تخصص دارن در یک سری زمینه ها و من در زمینه هایی که تخصص ندارند و یا زندگی نکردم ممکن است نظر دیگری نداشته باشم، نظر دیگری داشته باشم یا نداشته باشم. من جمله این که من تصور میکنم این رژیم نه ده سال اخیر، نه 15 سال اخیر، بلکه از ابتدای به وجود آمدنش اصلاح پذیر نبود. رژیم جنایت علیه بشریت رو و علیه مردم، دشمنی شما مردم ایران با آتش زدن سینما رکس آغاز کرد